چجوری میتونیم روی یک گوشی چندین تا تلگرام مختلف داشته باشید؟ ببینید، این چیزی که من میخوام بهتون بگم فرای از اینه که شما بخواید چندین اکانت روی یک تلگرام داشته باشید، نه، ما میخوایم چندین برنامه یا اپلیکیشن تلگرام روی گوشیمون داشته باشیم که اینها با هم متفاوتن. دلیلی که ما میخوایم این کارو انجام بدیم اینه که اگر ما بیایم توی همسر کامبت و بخوایم که روی یک گوشی، روی یک تلگرام 3 تا اکانت داشته باشیم، ممکنه که برنامه به هم بریزه. بعضی وقتا من این مشکل برام پیش اومده، تعداد سکه‌ها با هم دیگه قاطی میشد، توی لاگین کردن به مشکل میخوردیم. و مشکل بعدتر این که موقعی که ما میخوایم بیایم درآمدمون رو نقد کنیم، ممکنه که حالا این در واقع سکه ها قاطی پاتی بشه و اون مقداری که شما سکه جمع کردید یا پرافیت جمع کردید به شما درآمد نده. و مشکل بدتر این که ممکنه که اکانت شما به خاطر چندین اکانت روی یک تلگرام داشتن بند بشه. این خیلی مشکل بدیه. اما برای این کار ما راه حل داریم. راه حلمون چیه؟ اینکه بیایم چندین تلگرام روی یک گوشی نصب کنیم. حالا چه جوری؟ ببینید، کانال رسمی خود تلگرام، این کانال رسمی خود تلگرام، تلگرام ای پی کا فور اندروید که میبینید تیک وریفای هم داره. این کانال خودش به صورت رسمی میاد 2 نسخه از تلگرام برای شما در نظر میگیره. میبینید که یک تلگرام دات ای پی کا داره و یه استور دات ای پی کا. این استور دات ای پی کا همون نسخه هستش که توی گوگل پلی هم هست و شما اگر که از گوگل پلی اومدید و تلگرام دانلود کردید، انگار که این نسخه رو دانلود کردید. اما یه نسخه دیگه هم داریم، telegram.apk، که این نسخه با این نسخه تفاوتش توی آیکونش هست، ولی شما میتونید تلگرام رو به صورت مجزا نصب کنید. یعنی نگاه کنید، اگر من اینو نصب کنم میبینید که نوشته تلگرام و آیکونش در واقع آبی هست کلا، ولی اگر store.apk رو نصب کنم میبینید که یک حاله سفید هم دورش هست. پس این دو تا اپلیکیشن از هم مجزا هستن، اما جفتشون دقیقاً تلگرام نسخه اصلی هستن. پس شما با استفاده از این روش میتونید حداقل 2 تا تلگرام روی گوشی خودتون داشته باشید که کاملا هم امن هست و هیچ مشکلی برای شما به وجود نمیاره. ما نمیخوایم که بیایم نسخه های غیر رسمی رو بیایم نصب کنیم، حتی تلگرام ایکس هم نمیخوایم نصب کنیم، چون من قبلا تست کردم بازی های مینی اپ مثل همین همسر کامبت یا تاب سواپ یا اپلیکیشن های اینچنینی روی تلگرام ایکس اجرا نمیشه و فقط روی تلگرام اصلی ایجاد میشه. حتی روی تلگرام دسکتاپ هم اجرا نمیشه و شما فقط باید روی اندروید داشته باشید یا حالا آیفون. و به این صورت شما میتونید 2 تا تلگرام امن و نسخه رسمی داشته باشید. حالا اومدیم و شما میخواستید یک نسخه دیگه هم نصب کنید، یعنی میخواستید 3 تا نسخه تلگرام یا 4 تا نسخه تلگرام داشته باشید. یه برنامه هست که این کار رو براتون انجام میده، میاد از اپلیکیشن هایی که توی گوشیتون نصب دارین براتون کلون میگیره. کلون گرفتن یعنی که شما یک نسخه دقیقا مثل همون رو بیاید بسازید، اما خب متفاوت هست دیگه. یعنی شما از همون برنامه تلگرامی که دارید یک نسخه دیگه میسازه و شما میتونید از اون استفاده بکنید، انگار که یک فضای جداگانه برای شما ایجاد میکنه. اسمش هم میبینید پارالل اسپیس پرو هست که شما با توجه به اسمش میتونید بفهمید که یک فضای پارالل یا موازی برای شما داره ایجاد میکنه. خب این برنامه رو از کجا میتونید نصب کنید؟ از گوگل پلی میتونید نصب بکنید، از سایت فارسروید هم میتونید نصبش بکنید. من حقیقتا پیشنهادم بیشتر سمت سایت فارسروید هست که اگر سرچ کنید پارالل اسپیس پرو فارسروید توی گوگل اینو سرچ کنید براتون بالا میاره و حجم برنامه هم 30 مگابایت بیشتر نیست. فقط این اولی رو نصب کنید، این فایل فشرده پلاگین ها نیازی نیست که نصب بشه. و تفاوتش با این که از گوگل پلی دانلود کنید این هستش که شما اگر از سایت فارسروید بیاید و دانلود بکنید، نسخه پرو این برنامه برای شما نصب میشه. ولی خب اگر بخواید از گوگل پلی هم دانلود کنید مشکل نداره، ولی خب یه مقدار محدودیت داره. تصمیمش با خودتون هست از کدوم قسمت بخواید استفاده بکنید، هر دو روش کارتون رو راه میندازه. حالا برنامه پارالل اسپیس پرو چه جوری هست؟ وقتی که وارد برنامه میشید میبینید که انگار 2 تا فضای مجزا داره برای شما ایجاد میکنه، یک فضا برای خود گوشیتونه، یک فضای مجزا هم توی خود این برنامه هست که شما میتونید اپلیکیشن های مختلفی رو کلون بکنید. فقط هم برای تلگرام نیست، شما همه اپلیکیشن هایی که دارید روی گوشیتون رو میتونید یک بار دیگه ازش بسازید. خب گزینه اد اپ رو میزنم، ببین این هایی که انتخاب شدن رو من دی اکتیو میکنم و توی این لیستی که اینجا هست میام دنبال برنامه تلگرام میگردم. خب اینجا برنامه تلگرام هست. اگر من این گزینه پایینه رو بزنم میبینید که چند لحظه صبر میکنیم و یه تلگرام جدید برامون ساخت. اینو من قبلا ساخته بودم، اینو هم جدید ساختم. ببینید اگر بهتون نشون بدم، این یه تلگرام اصلی من هست که در واقع این نسخه هست که بهتون نشون داده بودم.
این یکی تلگرامی هستش که من از گوگل پلی دانلود کرده بودم که در واقع میشه این نسخه‌ای که اینجا هست. و الان دو تا از همین تلگرام هایی که داشتم بهتون نشون دادم، از گوگل پلی و از خود چنل تلگرام دانلود کرده بودم، من اومدم دو تا کلون هم گرفتم. این یکی که از همون نسخه گوگل پلی هست، اینم یکی دیگه که از نسخه که توی چنل تلگرام بود دانلود کردم. جفتشون رو من با هم دیگه کلون گرفتم، یعنی الان 1، 2، 3 و 4 تا تلگرام روی گوشیم دارم که میتونم ازشون استفاده بکنم. چی بهتر از این؟ خب من الان وارد این تلگرامی که تازه ساختیم میشم. میبینید که نوشته استارتینگ تلگرام و شما میتونید که یک تلگرام جدید برای خودتون داشته باشید و خب به این صورت میتونید واردش بشید و توی اکانت جدیدتون لاگین بشید یا اکانت جدید رو بسازید و به این صورت شما میتونید چندین تلگرام مختلف رو گوشیتون داشته باشید. یه کار دیگه هم که میتونیم انجام بدیم و به نظرم خیلی میتونه بهمون کمک کنه، به جای اینکه بخوایم بریم توی برنامه بعد بریم تلگرام باز بکنیم، اینه که اینو بگیریم، حالا هر برنامه که داشتید بگیریمش، ببین کلیک کنیم، نگه داریم و روی کرییت شورتکات بزنیم. به این صورت یک شورتکات برای شما توی صفحه گوشیتون ایجاد میکنه. مثلا شما توی این قسمت اگر نگاه کنید، این دو تا نسخه، این نسخه و این نسخه دقیقاً یکی هستن، یعنی همونی هستن که من از گوگل پلی دانلود کردم. منتها اینی که من با برنامه پارالل اسپیس اومدم کلون گرفتم، آیکونش نسبت به این تفاوتی که داره اینه که دور این قسمت همونجور که میبینید چند تا رنگ وجود داره که نشون میده این برنامه کلون شده هستش و من اومدم و شورتکات ازش گرفتم که مستقیم وقتی روش کلیک میکنم وارد برنامه تلگرام من بشه. پس به این صورت شما میتونید چندین برنامه مختلف رو داشته باشید که به این صورت 4 تا اکانت تلگرام روی 4 اپلیکیشن مجزای تلگرام رسمی میتونیم ایجاد بکنیم. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید و نکاتی که ما توی این آموزش گفتیم مورد استفادهتون قرار بگیره. هر نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی که به نظرتون توی بهتر شدن روند چنل ما کمک میکنه به همون بگید. چنلمون رو سابسکرایب کنید، چنل یوتیوب و تلگرام رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و باعث قوت قلب ما بشید. خیلی ممنون از همه شما. فعلا تا ویدیو بعد، خداحافظتون.